نیز نباید تعجب کنید اگر نویسنده شما در عین حال که کارمند دولت یا حسابدار یک شرکت است، وظیفه مددکار اجتماعی، مشاور خانوادگی، کاریاب آشنایان، مشاور پزشکی، کشیش اعتراف شنو و در همه حال سنگ صبور و صبور و صبور دیگران هم باشه. دیگر به جای خود که از نویسنده انتظار می رود نقش داور مسائل سیاسی، انقلاب شناس، مربی جوانان، آموزگار و راهنمای هنری، هنرشناس و فیلسوف جویای حقیقت را هم بر عهده داشته باشد. آخر او هم شهروند جامعه پیرامونی است و جزئی از مجموعه است که خصیصه های شاخص آن بر همه اجزا شمول عام دارد. او هم یک شهروند جامعه پیرامونی است. می‌دانیم که نویسنده زمانه بدون چشم‌انداز آینده، بی درک امروز و بدون آشنایی با گذشته نمی‌تواند نویسنده‌ای جامع باشد. اما در این دوار سرگیجه‌آور و محوّع، چشم‌انداز ما چه هست و کجاست؟ پیش از این می‌انگاشتیم که خواهیم توانست از موقعیت پیرامونی خیش راهی به متن تاریخ بگشاییم و بخشی از هستی جوامع مرکزی بشویم. اما واقعیت صریح و بی‌اغماز به ما گفت که تاریخچه‌ای گسیخته و نامدون هستیم. اما واقعیت صریح و بی‌اغماز به ما گفت که تاریخچه‌ای گسیخته و نامدون هستیم و آسیب پذیر. ما آسیب پذیر شده ایم. دفاع ما فتح شده است. همان زمان که توانستیم، همان زمان که نتوانستیم، به اعجاز چرخهایی که دور محور خود میچرخند پی ببریم، دفاع ما فتح شد و فراموش شدیم. چون این خواسته شد که ما باستانی باشیم، باستانیانی مدفون در ویرانه‌های گذشته. چون این خواسته شد که ما باستانی باشیم، باستانیانی مدفون در ویرانه‌های گذشته. راستی هم آیا ما بجز از طریق بارکش‌های نفت ربطی با این بشریت داریم؟ نه. در عصر اطلاعات و حاکمیت وسایل ارتباط جمعی، ما نامربوط ترین اقلیم صداییم، هم در سرزمین خود هم در زمین دیگر آدمیان. از حضور خود در همین جا هم تعجب میکنم. اما هستم
با احساس نوعی از آزادی اینجا هستم و در این فکرم که من نوعی چرا باید آزادی خود را در قربت به دست بیاورد. من آزادی خود را در تمام زمین می خواهم. من آزادی خود را در تمام زمین می خواهم. نمی پسندم اون شرایطی را که نویسندگان را از زاد بوم خود می راند. نیز نمی پذیرم که نویسنده تن به جدایی از فضای حیاتی خود بدهد تا در کجایی از عالم بتواند عقاید خود را آزادانه بیان کند. چه آزادی در ابراز عقاید وقتی که آن عقاید از بستر و از خواستگاه خود کنده شده و دور شده باشند. اما این را می ستایم که هر کجای جهان خانه و زاد بوم نویسنده انگاشته شود، هم بدان سان که هر کجای زمین خانه و زادگاه همه آدمیان. آری من به یگانگی می اندیشم، من به یگانگی می اندیشم، یگانگی شاید از این جهت که بیگانم، بیگانه و گهگاه بسی رنجور. غالبا به خصوص در بحران جنگ از خود پرسیدم جهان با ما چه می خواهد بکند، جهان با ما چه می خواهد بکند، آیا سر آن دارد که ما را در لحظه موعود از پیکره وجود حذف کند؟ آیا سر آن دارد که در لحظه موعود ما را از پیکره وجود حذف کند؟ اگر چنین نیست، پس چرا در کار جهان و لزوم بسامانی کلیت آن در مقام وجودی یگانه اندیشه نمی شود؟ اگر می توان با وجود شکاف‌هایی چنین ژرف که مردمان را این گونه نابرابر و ستمگرانه از یکدیگر جدا و متمایز می کند به آینده شایستی برای آدمی و برای زندگی امید داشت؟ و پاسخی نشنیدم، و پاسخی نشنیدم، زیرا کسی جز خودم صدایم را نشنیده بوده است. و با خود گفتم برادر، ما دیگر بوی نفت و بارود می دهیم، ما دیگر بوی نفت و بارود می دهیم. و
دوار 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 و پژواک هزاران سخن ناگفته مانده در کاسه سر خویش و رنجوری. نویسنده ما گرچه صدای امید مردم حواشی زندگی است، اما غالبا زخمی و رنجور است و اگر به شقیقه خود شلیک نمی کند، از آن است که نمی خواهد دشمن کام بمیرد و نمی خواهد با مرگ خود بر پندار دیگرانی که او را انکار می کنند صحه بگذارد. دیگر این که او به حقیقتی ایمان دارد، حقیقتی که به اشراق در روح ملت خود با اون همه نکبت و تباهی دورانها که اون روح را به خود در آغشته است می شناسد. اون روح، اون جان مقدس که می تپد تا از تباهی ها برگذرد. پس سماجت نویسنده بیان که کرگدن شده باشد، سماجت را همچون ذاتی شریف در خود پاس می دارد، زیرا می داند اگر جز این باشد نخواهد توانست در مثلث قهر و انکار و جهل باز هم به کار جان فرسای خود ادامه بدهد. پس سماجت از دل رخوت، امید از دل نومیدی، و چه مایه صبوری می طلبد این نفرین نوشتن. چنان و چندان صبوری ما که گویی بنا نداریم رخت از این دار فانی برکشیم، و چندان و چنان کوشا که گویی اگر چنین نباشیم گوشه ای از کار جهان لنگ میماند. چه ساده لوحیم ما و مشکلیم ما. نویسنده ما گمبودگی چندگانه های خود را در قبار چرخ های تاریخ می شناسد، هم پژواک صداهایی را در کاسه سرخیش، اما تردید همواره با اوست. تردید و خوف خوشباوری، امید آمیخته با سماجت و خیال خوش این که سرزمین و مردم سرزمینش با وجود آن همه دستکاری و
این رو آن رو شدن هنوز بکر است و هنوز غنی است، می داند که غنی است اگرچه نابرخوردار از غنای خیش. پس ظرفیت شکفتن دارد، هم امید بدان سر پا وامی داردش، پس جان می کند تا که بیستد و می ایستد. گیرم با زانوان لرزان، اما با سماجتی در پیشانی و در نگاه ایستاده است، نیمه خمیده چینوار، نبس در معرض گزش نیش عقرب که در چنبری مار و مرواری در حالتی میان به زانو در آمدن و راست ایستادن. مار را آیا خواهد کشت؟ از آن پس با مروارید خود آیا چه خواهد کرد؟ نمیدانم. اما او با تمام پریشانی و دلهوری که از فردا باز می‌داردش، در حد ناامنی هست و نیست، از من، از اعماق درون من فغان بر می دارد تا بگویم ما از مغلوبیت خیش به ستوه آمده ایم، حقیقت ما را به رسمیت بشناسید ای همه جهانیان. Thank you.